خير وما الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى في القران العظيم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم خدمت همه بینندگان عزيز و گرامی ما ماه مبارک رمضان بندگان محبوب الله سبحانه و تعالى السلام عليكم و الله تعالى و برکاته همه شما عزیزان و بزرگواران را در دروس رمضانی خشام آمدید موضوع این جلسه و یا این حلقه پیرامون رمضان و محاسبه نفس هست ماه مبارک رمضان ماهیه که این نفس که ماها خورده و نوشیده و گشته و هر طرف رفته شاید فرصتی برای محاسبه برای نفس پیدا نشده ماه مبارک رمضان فرصت عظیم و بزرگ هست خصوصا به این شبهایی که آهسته آهسته رمضان با ما خداحافظی میکنه یک لحظه باید فکر کنیم و محاسبه داشته باشیم که آیا این نفس ما نسبت به گذشته رام شده آرام شده مطیع شده فرمانبردار شده یا نه همان نفس گستاخ و لجام گسیخته و که به هر طرف خود را میکشاند یا همان نفس هست الله سبحانه و تعالی این ماه مبارک رمضان بخاطر تنبيه النفس وبخاطر رام ساختن النفس وبخاطر اصلاح النفس براي ما آورده لعلكم تتقون تا النفس متقي بشه خدا ترس بشه الله سبحانه وتعالى مي فرمايا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اي اهل ايمان بترسيد از الله سبحانه وتعالى طرز الله سبحانه وتعالى تعالی مهمترین چیز هست خشیت الهی وقتی در دل پیدا بشه یا الذين امنوا اتقوا الله والتنذر والتنذر نفس ما قدمت لغت نگاه کن بعد نگاه کنی که این نفس چی تقدیم کرده برای فردا این نفس هست که در روز قیامت از این نفس پرسان میشه نگاه کن که این چی تقدیم کرده چی تقدیم میکنه چی میفرسته الدنیا مزرعه الاخره نگاه کن که این نفس چی کشت میکنه هر که این نفس کشت کرد فردا باید همان را بدراوید و حاصلش را به دست بیاورید ادامه بار دیگر الله سبحانه وتعالى تعالی اشاره میکنه واتقوا الله بترسید از الله سبحانه وتعالى تعالی این آیه خیلی تکان دهنده است در بین این در دو واتقوا الله يا اتقوا الله الله سبحانه وتعالى تعالی میگه ولتنظر نفس ما قدمت لغت اولا اتقوا الله اخرش هم اتقوا الله بترس از خدا ارتباط به محاسبه نفس متوجه باش ارتباط به با اصلاح نفس متوجه باش نگاه بکن ان الله خبیر بما تعملون الله سبحانه وتعالی آگاه هست خبیر هست به او چیزی که شما انجام میدهید سیدنا عمر رضی الله عنه چیزی زیبا میفرمایند میفرمایند حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبوا حساب بغيريت نفسهاي خود را محاسبه كنيد پیش از محاسبه شويت وزنوا انفسكم قبل ان توزنوا وزن كنيد نفس خود را پیش از اين كه برای عزیزان و بزرگواران عزیزانی که در این زمان و در این شرایط سفر کردن وقتی رو به طرف میدان هوایی حرکت می کنن، بدون شک هر انسانی که وقتی پرواز داشته باشه پرسان می کنه این تیاره و این هواپیمایی که من سوار میشم چند کیلو اجازه هست چقدر وزن اجازه هست اگر وزن اضافه شد چقدر پول میگیره اضافه وزن چگونه هست به چی ترتیب هست ما به فکر یک میدان هوایی و فکر یک کالایی که ارزشش از لحاظ مادی شاید چیزی نباشه فکر این را می کنیم دغدغه این در وقت سفر در دل ما در ذهن ما پیدا میشه یا به اندازه‌ای که بار ما اضافه هست پول همراه خود بر می داریم یا به فکر یک وسیله و واسطه میشیم در حالتی که داخل میدان در اونجا یا مشکل به پول حل میشه یا به وسیله حل میشه یا که هیچ عنوان نشد کالای ناچیز بالاخره یک کالای دنیوی هست یک گوشه میگذاریم اما آخرتی که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ذره ذره حساب میشه روز قیامتی که هیچ وسیله به درد انسان نمیخوره روز قیامت روزی که هیچ واسطه ای هیچ شفاعت کننده بدون اذن الله سبحانه و تعالی نمیتونه وارد شفاعت بشه آه او لحظه را فراموش کردیم سیدنا عمر می حاسبو انفسکم محاسبه کنید نفس های خیش را پیش از این که با شما محاسبه بشه الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد پیرامون نفس اشاره میکنه و این نفس خود انسان میدانه و میفهمه که این نفس چگونه نفس است بدون شک هر انسان نفس خود را میدانه چون الله به صراحت بیان میکنه بل الانسان على نفسه بصیره انسان نسبت به نفس خود آگاه است که نفس در چی راهی روانه نفس چی میخواهه چگونه تربیه شده چگونه پرورش شده این نفس چی را دوست داره صاحب نفس نفس خوب میشناسه خوب علم داره پس بناهن الله سبحانه تعالی در قرآن نفسر نفس مطمئنه نفس لوامه و نفس اماره بیان کرده طبیعت نفس سرکشی هست تغیان هست تمرد هست طبیعت نفسه سختی را نمیخواه نفس عبادت را نمی نفس روزه رمضان نمیخواه جهاد را نمیخواه مشقت را نفس نمیخواه همیشه نفس دوست داره همیشه در پی لذت ها و شهوت ها و هوا و خواهشات و اینها روان هست حالا این نفسی که اینقدر تمرد و سرکشی و شهوت و و خواهشات و اینها را دوست داره این نیاز هست که لجام بشه نیاز هست که این به تحت کنترل انسان بیایه سیدنا یوسف علیه السلام و السلام وقتی که دروازه ها بسته شد و برایش گفته شد هيت لك سيدنا يوسف ماذا ميگه؟ قال معاذ الله من بخداه پناه ميجويا سيدنا يوسف ميجي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إنسان بايت بخداه پناه ميجويا از شر نفس اماره بسو سیدنا یوسف میگه اگر رحمت الله کرم الله فضل الله شامل حال من نمیشد من به دام نفس اماره میافتادم و ما ابر نفسی ان النفس لاماره بسو الا ما رحم ربی نفس اماره همیشه انسان رو به طرف حرام به طرف گمراہی و دلالت اینها سوق میده نفس لوامه الله سبحانه تلقى تعالی قسم یاد میکنه لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه نفس لوامه نفسه ملامتگر صاحب خود را ملامت میکنه اماره ملامت نمیکنه اماره تغیانگر هست سرکش هست اما نفس لوامه وقتی دوچار گناه شد صاحب خود را ملامت میکنه چرا گناه کردی؟ فورا شخص میگه اشتباه کردم توبه میکنه دوچار خطا شد توبه میکنه دوچار لغزش شد استغفار میکنه این نفس نفس لوامه هست نفس مطمئنه نفس أنبياء عليه الصلاة والسلام نفس أولياء خداست كل لحظة موت كفت میشه يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك أي نفس مطمئن نفسي به كامل که كي گناه روبرو میشه توقف میکنه میدانین خط احمر هست خط سرخ هست از این عبور کنم تحت مراقبت الله سبحانه و تعالی هستم اگر برایش حرام میسر میشه دست دراز نمیکنه اگر برایش گناهان صغیره و کبیره برابر میشه رو میگردانه ترس از الله سبحانه و تعالی اینه که نفس وقتی محاسبه شد وقتی به تحت کنترل آمد نفس مطمئن نمیشه و نفس مطمئن نشد لحظه ای که از دنیا میره برایش گفته میشه ای نفس مطمئن حرکت کن به سوی پروردگار خود و داخل شد در جنتی که الله برای تو ساخته فواید محاسبه نفس وقتی ما میگیم نفس محاسبه بشه این محاسبه نفس چی فایده داره؟ از جمله فواید محاسبه نفس اطلاع پیدا میکنه شخص به عیوب نفس وقتی اطلاع پیدا کرد که این نفس معیوب هست این نفس مشکل داره وقتی درد پیدا شد معالجه و مداوا آسان میشه عیوب و نقصان وقتی پیدا شد زود به پی اصلاح انسان می پردازه. اگر انسان فکر نکرد به نفس خود به محاسبه او را نکشاند او نفس هر قدر عیب و اشکال داشته باشه به او عیب و اشکال خود ادامه میده دوم نشانه خوف از الله سبحانه و تعالی هست کسی که نفس خور محاسبه میکنه یقین داره که فردا روز قیامت میایه و الله سبحانه و تعالی ذره ذره از او حساب میگیره سوم پیدا شدن دروازه و دریچه فایده و خساره کسی که نفس خود را محاسبه میکنه فکر میکنه که من چقدر فایده کردم و چقدر خساره دیدم فایده کرده بود میگه الحمدلله خساره کرده بود کوشش میکنه به جبران و به اینها از جمله فواید محاسبه با نفس دور شدن از غفلت و دور شدن از گناه و معاصی هست نفس خور وقتی انسان محاسبه بکنه متوجه میشه که چی گناهان را این نفس مرتکب شده شروع میکنه به توبه و تذرع و از او غفلتی که دامنگیرش شده دور میشه از جمله فواید محاسب با نفس جبران نمودن نواقص که در فرایض پیش آمده در نوافل پیش آمده در واجبات پیش آمده در نوافل کوتاهی کرده ادامه میده در فرایض نقص و نواقص پیش آمده در واجبات نقص و نقایص پیش آمده جبران میکنه در این شبهای اخیر ماه مبارک رمضان انسان فکر کنه که از اول ماه مبارک رمضان اگر دعایش کم بوده تلاوتش کم بوده شب زندهداری کم داشته وقت سحر و افتار دعا و نیایش و مناجات کم داشته فورا شروع میکنه به جبران و شروع میکنه به این که این فرصت عظیم و بزرگر از دست نده نکته اخیر درباره فواید محاسبه با نفس محاسبه نفس اینه که الله سبحانه و تعالی میفرمایه و اما من خاف مقام ربه و نهى نفس عن الهوا. وقتی نفس را رام کردی محاسبه کردی و متوجه شدی و او را مانی شدی از گناه و معصیت او را نگذاشتی که هر خواهش داره بحر هر طرفی که خود را اجازه ندادی او از الله و من خاف واما من خاف مقام ربه و النفس عن الهوى نتيجة چی میشه فان الجنه هي المقوى جنة جای او کسی هست که نفس خود را محاسبه کرده و نفس خود را رمضان ماهی محاسبه با نفس هست اگر در رمضان نفس تحت کنترل نیامد هیچ وقت نمی آیه چون این نفس هست که از صبح تا شام گرسنگی می کشه این نفس که شب زنده داره این نفس که در وسط روز غذا آماده دست به غذا نمیزنه لبها خشکیده آب سرد در مقابلش گذاشته هست دست نمیزنه پس فرصت عظیم و بزرگ است رمضان به خاطر کنترل نفس به خاطر محاسبه نفس به خاطر رام ساختن نفس الله سبحانه و تعالی در روز قیامت اشاره میکنه اقرأ کتابک بگیر بخوان کتاب خود را اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا امروز كفايات ميكونا نفس ترى امروز فقط وفقط برتوست ان نفس تو كي نوشته كرده الله سبحانه وتعالى در روز قیامت پرسان میکنه چی خوردی؟ چی نوشیدی؟ چی پوشیدی؟ کجا رفتی؟ در سفر چی کردی؟ در حضر کجا بودی؟ در حال غنا چی کردی؟ در حال فقر، در حال تنگدستی و در حال راحتی از ساعت و ثانیه الله سبحانه و تعالی پرسان میکنه بناعا خواهر مسلمان برادر مسلمان نفس انسان خیلی سرکشه نفس دوست داره ریا را ریا کن نعوذ بالله شرک خفی دوست داره عجبه دوست داره نشان بده به اینو به آنو عبادتر دوست داره صوت و صدا بپچه با بالاخره دیگران تعریف کنن توصیف کنن ناقزه غذاهای نفسه اما شعار ابراهیم علیه السلام را فراموش نکن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین تمام عبادت نماز روزه حیات و ممات من میگه خاص به خاطر الله هست نه به خاطر این و آن پس بناا این نفس نیاز به تنبیه داره نیاز به اینه که ما او را متوجه بسازیم و ماه مبارک رمضان بهترین فرصتیه برای محاسبه نفس برای مهار نفس و برای کنترل نفس و برای اینکه این نفس را نفس مطمئنه بسازیم اگر در رمضان نفس اصلاح نشد یقین بدانید که بعد از رمضان اصلاح نخواهد شد این فرصت را از دست ندهید و نفس خود را همیشه تحت کنترل و تحت محاسبه خود داشته باشید هر هرقدر نفسر محاسبه کنیم روز قیامت بر ما سهل و آسان خواهد بود تا برنامه بعد همه شما عزیزان و بزرگواران را به خداوند کریم و رحیم می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات رمضان یا رمضان ای رحمت پروردگار ای بار دلبهار دل بهار ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمد رمضان